رکورد هایی که لیورپول شکسته و شاید بشکند. سلام به کانال همگام با ورزش، خوش آمدید. لیورپول حالا که ماموریت قهرمانی اش را به سرانجام رسانده، به فکر شکستن چند رکورد و جاویدانه شدن است. لیورپول قهرمان فصل 2019-2020 لیگ برتر انگلیس شد که نخستین قهرمانیشان پس از 30 سال است. مدت زیاد منتظر بودند تا این جمله را بر زبان بیاوریم. شکست منچستر سیتی مقابل چلسی اختلاف امتیاز لیورپول با تیم دوم جدول را به 23 امتیاز رساند و قهرمانیشان را 7 هفته مانده به پایان رقابت‌ها قطعی کرد. اما حالا که قهرمانی لیورپول مستجل شده، آیا ماموریتشان پایان یافته؟ قطعا این طور نیست، چرا که رکوردهای مهم و بزرگ در کنار زودهنگام‌ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر هستند که به راحتی میتوانند به شاگردان کلوب تعلق بگیرند. رکوردهایی که میتوانند بشکنند. بیشترین امتیاز. منچستر سیتی به رکورد بیشترین امتیاز تاریخ لیگ برتر انگلیس وقت رسید که 100 امتیاز تحت هدایت پپ گواردیولا در فصل 2017-2018 کسب کرد. حالا لیورپول فقط 14 امتیاز تا رسیدن به آن رکورد نیاز دارد. اگر آنها همه بازی‌هایشان را ببرند و به رکورد 107 امتیاز هم خواهد رسید. این ماموریت بزرگ برای لیورپولی‌ها ساده به نظر نمی‌رسد. البته نباید فراموش کنید 3 بازی مقابل تیم‌های بیگ 6 باقی مانده. جدال هفته آتی مقابل منچستر سیتی و نبردهای 2 هفته و 1 هفته مانده به پایان لیگ برتر مقابل تیم‌های آرسنال و چلسی. بیشترین امتیاز خانگی. 3 تیم تا به حال موفق شدند به رکورد بیشترین امتیاز خانگی در یک فصل دست پیدا کنند. رکوردی که با برد در 18 بازی و 1 تساوی ثبت شد. چلسی در فصل 2005-2006 این رکورد را انجام داد. سپس منچستر یونایتد در فصل 2010-2011 به چنین رکورد دست پیدا کرد و آخرین تیمی که به آن رسید منچستر سیتی در فصل 2010-2011 بود. لیورپول در حال حاضر 48 امتیاز در آنفیلد به دست آورده و همه 16 بازیش را در خانه برده. تنها راه رسیدن به این رکورد بردن همه بازی‌های خانگی تا پایان فصل است. اواسط ماه جولای در دیدار مقابل چلسی سرخ‌ها می‌توانند این رکورد را بشکنند. آستون ویلا و برنلی دیگر رقبای آنها در آنفیلد هستند. بیشترین امتیاز خارج از خانه. هیچ تیم به اندازه منچستر سیتی فصل 2017-2018 دور از خانه امتیاز کسب نکرده است. آنها 50 امتیاز از 57 امتیاز ممکن خارج از خانه را به دست آوردند. تنها مقابل کریستال پالاس و برنلی در خانه رقیب متوقف شدند و لیورپول در آنفیلد 4-3 شکستشان داد. لیورپول در حال حاضر 38 امتیاز بیرون از آنفیلد به دست آورده. مقابل منچستر یونایتد و ایورتون متوقف شدند و از واتفورد شکست خورد. برای گذر کردن از رکورد سیتی باید در 4 بازی خارج از خانه را ببرند و حتی 1 تساوی هم باعث از دست رفتن این رکورد می شود. بیرون از خانه باید مقابل منچستر سیتی، برایتون، آرسنال و نیوکاسل بازی کنند. بیشترین پیروزی. منچستر سیتی این رکورد را 2 مرتبه تحت هدایت پپ گواردیولا زد. لیورپول تا هفته 31 لیگ برتر موفق شده 28 امتیاز کسب کند. اگر همه بازی‌های بعدیشان را ببرند در دیدار مقابل آرسنال از رکورد بیشترین برد در یک فصل گذر خواهند کرد. حتی تیم کلوب این شانس را دارد که تا مرز 35 برد هم برسد و رکورد دست نیافتنی ثبت کند. بیشترین برد خانگی. این رکورد هم تعلق گرفته به همان تیم هایی که بیشترین امتیاز خانگی در یک فصل را کسب کردند، یعنی چلسی، منچستر یونایتد و منچستر سیتی. این 3 تیم فصل یک بازی خانگیشان را نبردند و در 18 بازی به پیروزی رسیدند. لیورپول در صورت برد در 3 بازی خانگی باقی مانده رکورد آنها را پشت سر می‌گذارد. در حال حاضر لیورپول رکورد 100% پیروزی در آنفیلد را دارد. بیشترین برد خارج از خانه. منچستر سیتی مثل رکورد امتیازی در بیشترین برد هم رکورددار است. سیتیزن ها 16 برد خارج از خانه داشتند، اما لیورپول به دلیل تساوی مقابل اورتون دیگر نمیتواند این رکورد را بشکند. تنها در صورتی که بتواند در 4 بازی خارج از خانه را ببرند با رکورد منچستر سیتی برابری خواهند کرد. این سخت‌ترین رکورد است که شاگردان کلوب میتواند به آن برسد. بیشترین گل زده. در همان فصل معروف 2017-2018 منچستر سیتی علاوه بر رکورد 100 امتیاز رکورد گلزنی را هم با 106 گل شکست. لیورپول در 31 بازی 70 گل زده، در حالی که سیتی همین فصل هم با 77 گل زده بالاتر از آنها هستند. این رکورد را خیلی بعید است تیم کلوب در فصل جاری بزند. ثبت 36 گل یا بیشتر که به طور میانگین 1.5 گل در هر بازی است دشوار به نظر می رسد. غیر ممکن نیست، اما احتمال آن را باید خیلی اندک دانست. بیشترین فاصله امتیازی. وقت منچستر سیتی در فصل 2017-2018 قهرمان شد 100 امتیاز کسب کرد. فاصله تیم گواردیولا با نزدیکترین رقیب یعنی منچستر یونایتد 18 امتیاز بود. در حال حاضر لیورپول 23 امتیاز بیشتر از منچستر سیتی کسب کرد. اگر بتوانند این فاصله را در ادامه فصل حفظ کنند به رکورد جاویدانه خواهند رسید که قاطع ترین قهرمانی تاریخ لیگ برتر برایشان به ثبت می‌رسد. رکوردهایی که شکسته‌اند. زودهنگام‌ترین قهرمانی لیگ برتر.
اتفاق قابل توجه درباره لیورپول سرعت رسیدن آنها به قهرمانی است. لیورپول در حال قهرمانی اش را مسجل کرده که 7 هفته تا پایان لیگ برتر باقی مانده. پیش از آنها بهترین رکورد در این زمینه متعلق به منچستر یونایتد در فصل 2000-2001 بود که 5 هفته مانده به پایان لیگ قهرمان شد. با لطف چلسی لیورپول این رکورد را 2 هفته زودتر شکست. دیرترین قهرمانی لیگ برتر. با تشکر از کووید 19 لیورپول پس از تعلیق 3 ماهه لیگ برتر انگلیس به قهرمانی لیگ برتر رسید. هیچ باشگاهی در لیگ برتر در چنین تاریخ قهرمانی اش را جشن نگرفته بود. احتمالاً این رکورد که به نام سرخ‌های مرتیساید ثبت شده هرگز شکسته نخواهد شد. یا حداقل این که در زمان حیات خیلی از ما امکان ثبت چنین رکورد نیست. زود هنگام‌ترین پیروزی مقابل همه رقبا. پس از 31 بازی لیورپول حداقل یک مرتبه همه رقبایش در فصل 2019-2020 لیگ برتر انگلیس را شکست داده است. پیش از این 5 تیم رکورد پیروزی مقابل همه تیم‌های لیگ برتری را به ثبت رسانده بود. منچستر یونایتد در فصل 2010-2011 و چلسی در فصل 2005-2006 این رکورد را در هفته 36 ثبت کردند. منچستر سیتی گواردیولا هم در فصل 2017-2018 هفته 32 به این افتخار رسیدند. بیشترین برد متوالی خانگی. هر تیمی که موفق شده قهرمان لیگ برتر شود در خانه عملکرد بسیار خوبی داشته است. لیورپول امسال هم در ادامه سال گذشته در آنفیلد شکست ناپذیر بوده. لیورپول حالا 23 برد متوالی خانگی داشتند و حتی میتوانند این رکورد را در ادامه فصل بهبود ببخشند. با برد در 3 بازی بعدی خانگی رکوردهای مختلف را خواهند شکست. تشکر از همراهیتان. تا گزارش بعدی سبز و شاد بمانید. الان نگهدار.